شیرین عقلترین شخصیت سال 1400 ابراهیم رئیسی. من این فرصتیابی رئیسی رو برای اینکه نهار بخوره انقدر میگم تا جمیله علم الخدا یه نهار درست حسابی به سید محرومان بده. این رئیس جمهور محترم انقدر گشنه نمونه. میگم بازم 11 بهمن 1400 چند مورد بودن که برای بازپرداخت یعنی وام اصلشون رو پرداخت کرده بودن ولی اون سودشون نمیتونستن پرداخت کنن، خونهشون رو گذاشته بودن توی اجرایی و اینا، توی این موارد بوده. شما نهارم دادن این که ما ساعت 2:30 اومدیم نهار و خونه خوردیم. قبلی ها خوردن نهارم؟ انشالله که خوردن من طرف میگه سود بانکی وامایی که کارگرا گرفتن انقدر بالا بوده که گرفتارشون کرده نمیتونن بدن. این شیرین عقل میگه شما نهار خوردین. سقف نبوغش در حل مشکلات اقتصادی مردم واقعا در همین سطحه. انگار مثلا اگه اینا نهار خورده باشن مشکلات اقتصادیشون حل شد. 26 بهمن 1400 دوباره. بسم الله شروع کنید، یک به یک فرمایش بگید، منم در خدمتتون هستم. سر و زورم با هم میشینیم نهار رو میخوریم. رئیسی واقعا باید پیدا کردیم ماجرای نهار رئیسی و باید بالاخره یکی که این خبرنگارای جان برکف بره با جمیله علم الهدا صحبت کنه که چیه ماجرا. رئیسی از اول تشکیل دولتش، بریم تو جدیات، مدام گفته که مردم به حمدالله وضعشون بهتر شده. تو دولت قبل وحشتناک و الان خیلی بهتر شده. توی برنامه زنده تلویزیونی هم گفت که از وقتی دولت سید محرومان دولت خودش تشکیل شده تورم کاهش پیدا کرده. الان بودجه 1401 هم که ما داریم بحث میکنیم در دولت، همه تلاش برای اینه که ساختارهای بودجه به نحوی تنظیم بشه که بتونه ضد تورم باشه. خب گزارشی هم که ما ظرف این مدت داریم از مراکز آماری حاکی از اینه که تورم کنترل شده و تونسته رو به کاهش بره و اینم برای ما خبر خوبی است که بتونه تورم رو به کاهش بره بشه. منتهی مرتبه باید این ادامه پیدا کنه، این اقدامات ضد تورمی باید همواره انجام بشه تا بتونه هم گرانی رو کنترل کنه و هم تورم رو بتونه کاهش بده. بله، بعد از تو یکی دو ماه بعد از صحبت‌های همین شخص و همون شب اون صحبت‌ها یه سری جداول آماری منتشر شد. یکیش براتون نشون میدیم. الان این اقتصاد نیوز منتشر کرده، نشون میده افزایش قیمت مواد خوراکی ضروری رو مثل برنج و گوشت و لبنیات، چیزایی که ضروریه برای اینکه زنده بمانی برای یک ایرانی، بعضی هاشون تا حدود 74% نسبت به سال گذشته قیمتشون اضافه شد. رئیسی اصلا نمیدونه قضیه چیه، نه سوادشو داره نه هوش متوسطی داره که لااقل در سطح مقدماتی اینا رو یاد بگیره. از همون مناظره های انتخاباتیشون میشد فهمید چه شیرین عقلیه. واقعا همینطوری یه چیزایی مینداخت که بگه منم بله. من تو مسائل مختلف مثل این که میگین سیاست خارجی تو واردی یا نه، بابا آمبودزمان آسیایی در زمان دولت اصلاحات با من اولین بار در قوه قضاییه با حضور 40 کشور جهان، اصلا مؤسسش من و پاکستانی ها با هم بودیم. مؤسس آمبودزمان رئیسی و پاکستانی ها با هم بودن، اینجوری میگه در برابر انتقاد کسایی که گفتن آقا تو سیاست خارجی آخه چی حالیته؟ گفت من و پاکستانی ها با همدیگه مؤسس آنگوزمان آسیایی بود. بعد از اون آنگوزمان هم رفت مجلس که وزراشو معرفی کنه، یه کلمه مرکب جدید دیگه خلق کرد. چهره هستن که علاوه بر دانش حقیقتاً یک چهره راهبردیست آقای وحیدی، یعنی کسی که در وزارت کشور مطرح میشه به عنوان کسی که میخواد کشور رو تدبیر المدن مسئله مهمی هستش. گیر کرد، کلمه ها رو نگاه کرد، دید چه میدونم احتمالاً تدبیر و مدون بوده، حالا نمیدونم
جمله چی بوده یا چه حروفی از وسطش مثلا بین تدبیر و مدون جا افتاده. این نابغه عربیش هم میکنه، میگه تدبیر المدن، گیر میکنه یه اهنهونی میکنه، میگه تدبیر المدن، بعدم میگه مسئله بسیار مهم. یعنی اگه شما نمیفهمین این تدبیر المدن چیه مثل من، خیلی مهمه، مسئله بسیار مهمه. اون مهرعلی زاده گفت توی مذاکرات، تو مناظرات انتخابات ریاست جمهوریشون تو سیمای آقایون، گفت آقا تو با 6 کلاس سواد چجوری میخوای مملکت رو اداره کنی؟ رئیسی معروف به آیت الله اعدام قابل فهمه که حتی فرصت خوندن کتابای خودشون هم نداشته و اصرار داره، همزمان اصرار داره که ادای عالمان خودشونو در بیاره. مثال در کنفرانس وحدت اسلامی در تهران، ارزشمندی که در این جلسات بودند آقای شیخ الاسلام شهید بزرگوار، آقای شیخ توتی و بسیاری از بزرگانی که در این جمع بودند از علمای جهان اسلام. شیخ توتی کیه؟ شیخ توتی محمد رضا، یعنی تصور آدم میکنه این توتی بدبخت رو بود. محمد رضا مهاجری روزنامه‌نگار در تهران نوشت آقای رئیس جمهور، کسی که ازش اسم میبرید محمد سعید رمضان البوتی است، واقعا شایسته عضو مجلس خبرگان و یک مجتهد نیست که نام یک روحانی اهل سنت رو در کنفرانس وحدت اسلامی اشتباه بگه. ببینین اینا مچگیری یا چه میدونم اشتباه لپی اون شیرین عقل نیست، اینا تلاش اوست برای نشون دادن سوادش و دانشش که خب اینقدر کم استعداده که نمیتونه اینا رو حتی حفظ کنه بیا درست بگه یا کلماتش رو عروب بخونه درست. بعضی وقتا نمیشه از رو خوند. روزه امام حسین هم نیست که همینجوری هرچی دلش خواست بگه، که باید حرف درست بزنه. مثلا اون جمله بیمعنی که به پوتین گفت تو سفر عزت مدارانه و قدرت مدارانش به مسکو، ما تصمیممون اون است که همکاری های تجاری و اقتصادی با استفاده از ظرفیت های بسیاری که در بین دو کشور وجود داره، این همکاری تجاری و اقتصادی و سرمایه گذاری های تجاری و اقتصادی که در دو کشور صورت میگیره، سطح همکاری های اقتصادی و تجاری رو در سطح قابل قبولی قرار بده. انصافا فهمیدین چی گفت؟ پوتین هم فهمید، مترجم هم فهمید که ترجمه کرد. این حرفش مثل اون سخنرانی است که هر جا میخواد سخنرانی تخصصی، حالا میخواد تو سیاست خارجی باشه، میخواد تخصصی هم نه خیلی، مثل این حرفی که میخواد چلو پوتین بزن، میخواد در ارتباط با اقتصاد باشه، در ارتباط با بانک ها باشه، مثل همون حرفی که درباره بانک ها خواست خیلی اقتصاددانانه حرف بزنه. آقایون بانک ها، من هم به بانک های محترم و استان میگم، هم به سراسر کشور، به هیچ عنوان نباید هیچ بانکی که بانک میخواد تملک بکنه موجب تعطیلی بانک بشه. این همون جمله پرمغز دانشگاه، اگر دانشگاه نباشد دانشگاه نیست، از امام خمینی شون ها، اینا شاگرده اونن دیگه. آقا جان دوره اعدام کردن هات دهه 60 و 70 60 به ویژه تمام شد. خوشبختانه. برو روزت رو بخون. آخه وقتی این در این حد بعد همین نابغه بعد از دستور درباره بانک‌ها دستور دیگه ای صادر کرد، بسیار بسیار مهم بود، دستور داد که از این به بعد قیمت ها باید ثابت بمونه، دیگه بالا نرن.
11 مهر 1400 رئیس جمهور با تأکید بر اولویت بندی در برنامه‌های اقتصادی کشور دستور داد جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت با موضوع تثبیت قیمت‌ها و کنترل بازار در حوزه کالاهای اساسی و ارزاق عمومی برگزار شود. بعد از این دستورم اعلام شد که از قول آقای رئیسی در همه جا اعلام شد که در یک هفته قیمت‌ها باید تثبیت بشود، چون دیگه نزدیک عید، نزدیک نوروز، در یک هفته دستور داد قیمت‌ها. منتظر دستور سید محرومان بودن که همونجا بمونن دیگه، نرن بالا، چون به هیچی وابسته نیست، خودشون تصمیم میگیرن بمونن یا برن بالا. فقط ببینین، یه دو سه ماه بعد از دستور رئیسی، دو ماه بعد از دستور رئیسی در باره تثبیت قیمت‌ها، بازار شب عید در تجریش تهران، محله‌ای که مردم دستشون به دهنشون میرسه. اصلا تو این چند روزه ما هیچ بویی از شب عید ندیدیم. مثل سالهای قبل نیست، مثل یکی دو سال قبل که اصلا نیست. عید که الان چندین سال ما عید نداریم. اوضاع خرابه دیگه، جنس گرونه، مردم پول ندارن. نسبت به سالهای قبل میگم مثلا خیلی اوضاع خرابه، خیلی. حالا پارسال که به خاطر کرونا ضعیف شد کلا، ولی دو سال پیش، سه سال پیش خیلی بهتر بود. هیچ خرید که نکردم، نمیتونم من واقعا بکنم. بله، ایدی که باریس کردم دو تومن، همون روز اول توی فروشگاه سوپرمارکتی تموم شد. با اینکه حالا جزء قشری هستم که خیلی 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 به اصطلاح اون حد پایین نیستم، هیچی نمیخوایم بخریم. امسال نه، اصلا اونجوری اصلا استقبال نشد. روز 25 هم میخوایم به اصطلاح آویزون یه همسایه بشیم بریم تو روستاشون. واقعا مشتری نیست، واقعا اونجوری که باید باشه نیست. بازه قدرت خرید مردم اومده پایین، جنسا گرون شده. دستگی توقع داره دیگه، ما که اصلا بحث لباس و پوشاک و اینا که امکان پذیر نیست. قیمت ها خیلی بالا رفته نسبت به پارسال. قیمت ها افتضاح، سرسام آور. انقدر نمیمونه که بریم خرید شبه. 440 340 ما خب هر سال بحث مسافرت داشتیم، بحث نمیدونم آجیل شب عید داشتیم، ولی الان هیچی. مردم نون ندارن بخورن که آجیل بخورن. البته من بچه هم همه بزرگ شدم، ولی نوهی دارم که به همین مشکلات واقعا واقعا انقدر کم میگیریم که اون بچه فقط پروتوی مال اون باشه، اونم نه به اندازه واقعا کافی، چون اسم ماهی که میاد با اینکه یه دونم هستش یه جور خاصی مثلا دست و پا میزنه. آخ جون ماهی، قدیما میگفتن عید ما روزی است که از ظلم آثاری نباشد.